بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی علی ابراهیم مجید سلام علیکم و رحمت الله و بركات خدمت همه شما بیننده های عزیز شما رو آمدید میگم به یکی دیگر از جلسات آموزشی از کانال سلکتد لکچرز در جلسات قبلی ما در مورد پرناون و بخشای پرناون صحبت کردیم و جزئیات بیشتر در مورد آنها های راه کردیم که سلسله در ما به بخش انفینت پرناونز یا ضمایر نامعین می دین وچ انفینت Indefinite pronouns are used in a set of nouns and indicate some unknown or unclear person, place or thing. زمایر نامین آنهایی هستند که وز اسم استعمال شده و به شای شخص یا مکان نامین دلالت میکنند. در کل عنوان امروزی ما دو فنکشن یا دو کار کرد دارد دو فنکشن در کل انجام میده. فنکشن اولش is is used in a set of noun که وز اسم بکار میره. فنکشن یا کار کرده دومش is make unclear the noun. ایواز اسمی که به کار رفته امو اسم غیر واضح می سازه ناروشن می سازه مبهم می سازه. یعنی امو این اسمه اسم پنهان می سازه انکلیر می سازه که در کل ما اندفنت های زیاده داریم چند که به شکل بسیار عام به کار میرن عبارتن از انی آنی و مشتقاتش انی تنگ انی بادی و مشتقاتش بادی نو نو با مشتقاتش. نو no nobody, nothing, nowhere. Every. Every همراه با مشتقاتش. Everyone, everybody, everything و everywhere. هر کدام اینها ها عنی با مشتقاتش، با سام با مشتقاتش و همراه با نو no با مشتقاتش و ایوری با مشتقاتش کارکرد های متفاوت دارن، مکان های متفاوت دارن، فنکشن های متفاوت دارن که باید هر کدامش نظر به ضرورت و نیاز به کار بره. خب سم کس از در جملات بیانیه به کار میره ان بات سام تایمز ان وقت در جملات پرسشی هم به کار میره اکثر اوقات که ما درخواست چیزی به کسی بدیم درخواست غذا یا نوشیدنی اون شکل بکار کار میره انی. انی در کل در جملات نگاتیو منفی به کار میره و جملات پرسشی هم به کار میره نو هم در جملات نگاتیو به کار میره و همچنان جملات پوزیتیو اما تفاوت بین انی و نو است انی در صورت به کار میره که اما غلظت یا میزان منفی بودن کم باش اما نو وقت به کار میره که میزان منفی بودن امو جمله ما یا اون موضوعی که میخوایم بیان کنیم بسیار باشه شدید باشه بیشتر باشه every is positive and interrogative sentence کلمه every در جملات مثبت و بیانیه به کار میره انی every و در حالت منفیشان نو و در حالت های بیانیه هم چنان میشه که ما سام به کار بریم خب بخش اولش سام مشتقاتش someone, somebody, سمتنگ، سمویر اینا در چی بکار میرن؟ is used in affirmative sentence در جملات بیانیه بکار میرن but sometimes in question sentence اما یکان وقت در جملات من سوالی یا پرسوشی هم بکار میرن به فرض مثال من میگم I saw علی ما علی را دیدم ببینید فعلا میخوایم که این جمله را قسم بگویم که این جمله مبهم باشه کسی نفهمه اما یک نفر مثلا خاص سوره میخوایم بفهمیم که ما کسی را دیدیم چطور بگویم آیه تو کدام جمله است دقیقا از زمیر نامعین استفاده میکنیم I saw someone مایا کسی دیدم میتونیم تورم بگیم I saw somebody اما تفاوت بین someone و somebody است someone فارمل است رسمی است اما somebody نسبتاً این است جمله ما غیر رسمی باشه همچنان میتونیم ما something استفاده کنیم I bought a notebook yesterday ما دیروز یک کتاب چه خریدم میتونی که ناماین نامعین یا مبهم بسازی I bought something yesterday ما دیروز یک چیز خریدم Do you want something to drink? آیا چیزو میخوای بنوشیدن؟ گفتیم در جملات سوالی هم به کار میره. Can I get you something to eat? چیزو نیاز داری بخوردن یا چیزو میشه برات بیارم به خاطر خوردن؟ پس سوال میکنه اما در موقعی که ما بخوایم چیز پیشنهاد بدیم از خوردن یا نوشیدنی. همچنان از somewhere میتونیم استفاده کنیم. You are going somewhere? جای میری؟ I am going somewhere. من میرم. پس در جملات بیانیه در کل از هم استفاده میکردیم. بخش دومش انی با مشتقاتش که انی وان انی بادی انی تینگ و انی ویرز از یوز اند تراگیتیو سنتنسز در جملات منفی و پرسشی به کار میرم به فرض مثال آی دونت سی علی ما علی را ندیدیم ببینید پیشتر گفتیم آی سی علی پس وقتی که میخواستم پرونان به کار ببرم تو میگفتم I see someone اما فعلا چی میگم I don't see anyone چرا چون جمله منفی شده وقتی که منفی شده anyone میگم I don't see anybody این رقم گفته میتونی اما anybody گفتیم که غیر رسمی و anyone نسبتا رسمی است I did not buy notebook yesterday من دیروز کتاب چند خریدم Did you buy anything yesterday آیا تو دیروز چیز خریده ای؟ Do you want anything? آیا چیزی میخوایی؟ در جملات پرسشی هم به کار میره. میتونیم از انویرم استفاده کنیم. You can't go anywhere. جایی نمیتونی بری. I'm not going anywhere. من جایی نمیرم. بحث بعدیش بالای no's مشتقاتش no, nobody, nothing, nowhere از اینجا پوزیتو سنتنس در جملات مثبت به کار میره. اما معنای منفی داره. تو شو نگتیو مینینگ معنای منفی داره. For example, I have no one to help me. ما کس را ندارم که کمکم کنم. He is nobody. و هیچ کسی هم نیست. I saw no one. ما کسی را نمی بینم. ببینید به body one شد. به nothingش مثال میگیم. He is nothing to her. و هیچ چیزی هم به اون نیست. I see nothing. ما چیز را نمی بینم. Do you see nothing? Do you see nothing? هیچ چیز را نمی بینی. You go nowhere. تو هیچ جایی نمی ری. I am going nowhere. ما هیچ جایی نمی رم. ببینید گفتیم قبلا هم در بخش قبلیش که انی بود انی هم در جمله نگاتیو به کار میرفت نو هم در نگاتیو اما گفتیم انی در جملات منفی به کار میره که غلظتش کم باشه مثلا تو میگی I don't have anyone to help me. ما کسی ندارم که کمکم کنه. یعنی فعلا دیگه دمی شعر یا کی در موقعیتی که هستم کسی نیست کمکم کنه اگه تو بگوی I have no one to help me ما هیچ کس را ندارم که کمکم کنه یعنی چی دیگه شهر چی شهرهای دیگه چی در مواقع دیگه یا موقعیت های دیگه ما هیچ کس را ندارم که کمکم کنه یعنی هر که غلظت نداشتن یا منفی بودن جمله زیاد بود کلمه no one nobody nothing nowhere استفاده میشه اما میشه که از anyone anybody anything, anything anywhere استفاده کنین در صورتی که غلظتش کم باشه خب کلمه آخرش every مشتقاتش everyone everybody everything و years در جملات پوزیتیو بکار کار میره و در جملات پرسیشی هم به کار میره for example he is everyone to me او oh, همه کس به من is everyone present آیا همه گی حاضر I see everybody من هر کسی میبینم گفتیم everybody جملات از که نسبتا غیر رسمی باشه و everyone جملات که نسبتا رسمی باشه is everything ready آیا همه چیز آماده است Everything is clear. همه چیز واضح است. همه چیز پاک است. همه چیز تنظیم شده. یک جمله بعدی الله is everywhere. الله در هر جای است. Everywhere's closed on Sunday. همه جا یا هر جای روز یک شنبه بسته می باشند. پس کلمه everywhere هم می میشد که به مکان اشاره کنه. انشاالله در جلسات بعدی روز روی موضوعات بعدی پروناون با جوجاتش بحث میکنیم و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین